ایسی رفت سازمان ملل و اونجا قرآن رو گرفت بالای سرش و حسابی اتفاقات عجیب غریبی افتاد. ابدی است تا زمین زمین است و زمان زمان باقی است. آتش توهین و تحریف حریف حقیقت نخواهد شد. موقعی که رئیس جمهور ایران داشت اونجا سخنرانی میکرد، سفیر اسرائیل هم اومد عکس مهسا امیر رو اینجوری بالا برد و اتفاقات جنجالی افتاد. من شما سوال میکنم، خانمی که چند وقت پیش در امریکا در فروشگاه مشکوک شد به اینکه آیا او سرقت کرد یا نه، چگونه جلو چشم مردم پلیس او رو بسوند؟ و سال گذشته در امریکا چند نفر به دست پلیس تا کنون تو خیابونها کشتند؟ بیش از 1200 نفر در امریکا فقط به دست پلیس. چرا شما سیاستمداران یا خبرنگاران در امریکا نرفتید بررسی کنید این 1200 نفری که به دست پلیس در خیابون‌ها چه وضعیتی دارن؟ اینجا رئیسی در نیویورک در مورد مهسا امینی صحبت می‌کنه که با هم دیگه می‌شنویم. در امریکا بررسی کردید که بزرگترین زندان زنان در امریکاست؟ بیشترین مادران صاحب فرزند در امریکا در زندان‌ها هستند؟ اینا سوال نداره؟ اینا بررسی نداره؟ یک دختر خانومی که اون بررسی شده، تحقیقات قضایی شده، حقوقی شده، اعلام شده که این اولاً که زمینه مریضی قبلی داشته، در ثانیه الان ثابت شده که هیچ گونه تعرضی رابطه پلیس نبوده نسبت به این قضیه. نه، قضیه زن نیست، قضیه این دختر خانم هم نیست، قضیه مثل مسئله هسته‌ای است. هسته‌ای نباشه حقوق بشر، حقوق بشر نباشه یک مسئله دیگه است. قرار نسبت به جمهوری اسلامی یک مسئله مطرح باشه. این صحبت‌ها رو شنیدید از اون ور خبرنگارای اینترنشنال دعا کردن زمانی که داشتن اونا به یه جورای برنامه می‌گرفتن. یکی از سفیرایی که الان مربوط به ایران بوده بهش حمله کرده، با هم دیگه فیلمش رو می‌بینیم. هیئت همراه ابراهیم رئیسی در حال بازگشت به ایران، بازگشت شبانه. من نمی‌دونم اون خانومی که داره میره یا این خانم‌ها احتمالاً از همسران هیئت جمهوری اسلامی هستن که باشون اومدن، همون شبونه دارن هتل رو ترک میکنن. اون اولان دید ما رو رفت به همکاراش گفت بریم. همین آقایی که اومد برام بهتون نشون میدم ادعا کرده که این فرد دیجورو یورش کرد. بریم باندی ببینیم میشه و بعد برگردیم. خب خبرنگار ایران اینترنشنال داشت ویدیو میگرفت موقعی که هیئت همراه رئیسی دارن از هتل در پشتی. بعد این اتفاق هم مثل اینکه ابرام پیری فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران همین چهره گفته آزار خبرنگاران در خاک آمریکا رو محکوم میکنیم. حالا اون صحبت ها با قرآنی که ابرامی رئیسی در سازمان ملل کرده رو بهتون نشون میدم. ولی خب بعد از اینکه از سازمان ملل میاد، ابرامی رئیسی یک سوتی میده که مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، که مثلا در اون صحبت ها میگه تخت آمریکا انگار نیویورکه و میگه سفارت ما در آمریکا با اینکه ایران خیلی وقت سفارت آمریکا تعطیل شده. بریم با هم دیگه ببینیم ویدیو رو و بعد برگردیم. بله، در این سفر با پیگیری های خوبی که دوستان ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام دادن، سفارت ما در نیویورک انجام داد و وزارت خارجه، به حمد الله اون چیزی که خب جزو میراث های ارزشمند ملت ایرانه، الواح دوره هخامنشی، همونجوری که شنیدید گفته شد سفارت ما در نیویورک. خب یک سفارت در پایتخت قرار میگیره و اصلا ایران در آمریکا اصلا یه جوری سفارت نداره. اینجا هم دو تا از مقام های ایران و یک سوژه خبرنگاراش مخصوصا خبرگزاری داخلی که در زمان بازی النصر و پرسپولیس هیئت همراه رئیسی یکی داره بازی النصر و پرسپولیس میبینه و یکی دیگه هم در حال سلفی گرفتنه که دارید اینجا مشاهده میکنید. شاید تا اینجا واسهتون سوال شده بود که رئیس جمهور ایران در گفته‌هاش که گفته نمیدونم چند تا لوح مصادره
صادر شده توسط آمریکا به ایران برگشته. یعنی چی؟ این لوها یه جور رونمایی که ازشون از سوغاتی متفاوت رئیسی که گفته این سوغاتی ها رو من آوردم و 3506 تا لوح مصادره شده توسط آمریکایی که به ایران برگشته و گفته اینو ما آوردیم و خبر خوش ابراهیم رئیسی هم توی چند روز گذشته همین بوده. در اون خوش عجیب غریبه. محمد رضا شهبازی هم یه جورای مجری سیاسی همون فرد گیمیش از نشبه حسابی جنجال آفریده، گفته این 2000 این 3500 لوح خانشون انقدر بزرگش نکنید. روحانی هم سال 92 که رفت سازمان ملل دولت آمریکا یه شی باستانی رو آورد که اسمش جام شیردال بود و آوردش و بعدا مشخص شد این جام تقلبیه و سر کارشون گذاشته. نجفی که اون موقع رئیس میراث و هم میکنن همراه روحانی بود اینجوری زخ کرده بود که در نوبه خودش همچین حرفی از این فردی که خودش در سیاست ما فعالیت میکنه و کلا ضد افرادی که کلا ضد رئیس و غیر اونا صحبت میکنن همچین صحبتی کرده عجیب غریبه. بعد از این طرف هم سخنگوی دولت قبل از اینکه از این 3500 تا شی رونمایی بشه گفته بود رئیس جمهور در بازگشت از سفر گروه آفرین خود از آمریکا به ایران سوغاتی های رو میاره که همه خوشحال میشن و اینم عکسی از زمانی که رئیسی داشته نماز شب میخونه داخل هواپیما زمانی که داشته به آمریکا میرفته و میگه اینم عکسی که به آمریکا رسال نمیدونم عکس قدیمیه یا جدیده یا مربوط به قبله یا الانه، ولی در کل چیزی که تو فضای مجازی گفته شده. یه چیز جالبه من دیدم داخل بعضی از این کانال ها و گروه ها مثلا گفتن چیزی که فلان ها رو سوزونده و بقیه رو سوزونده ویو بیشتر ویدیوی یوتیوب مثلا رئیسی نسبت به سخنرانی بقیه است. خب البته این مربوط به الگوریتم یوتیوب و ربطی حالا نداره که ویدیو بیشتر بازدید میخوره که نمیخوره. و مورد دوم معروف بودن اون کانال یوتیوبیه. حالا در کل رفتیم چکش کردیم ما و این کانال مثلا سخنرانی رئیس جمهور کنیا رو گذاشته که 177,000 تا ویو خورد و مثلا ببینیم مثلا سخنرانی رئیس جمهور صربستان 16 که یا مثلا 500 عدد و ویو ها متفاوته و به خاطر الگوریتم یوتیوب این اتفاق ها و ربطی نداره. نکته دیگه هم که تماشا کردیم به خاطر اون لحظه ای که قرآن رو بالای سرش میگیره آقای رئیس جمهور و این مورد هم باعث شد که این ویدیو بیشتر ویو بخوره. نتانیاهو هم از این طرف اومد گفت تهدید ایران اسرائیل و کشورهای عربی رو به هم نزدیکتر کرد داخل سازمان ملل و همسر ابراهیم رئیسی هم در اولین مصاحبه با یک نشریه آمریکایی گفته زنان در ایران از حقوقشان برخوردارند. رئیسی هم اومده بود گفته اگر آمریکایی‌ها آماده باشن زمینه توافق الان خوبه. وزیر امور خارجه هم یه سوتی داده اومده همچی شعری نوشته و فکر کنم منظورش این بوده اهریمن و غیرم از کسایی که قرآن میخونن فرار کرده و فرار میکنه، ولی خب اینجا اصلا شعر کاملا برعکس همونجوری که شاهین صمدپور میگه گفته اتفاقا منظور حافظ در این شعر کاملا برعکس حافظ داره از قرآن خوانان ریاکاری میگه که حتی دیوم ازشون فراری همونایی که کلا به اسم دین همه کار میکنه و همچی چیزی نوشته شاهین صمدپور و عجیب غریبه همچین شعری رو که وزیر خارجه گذاشته روی عکس رئیسی. از طرفی هم پرستو صالحی به این سوتی هایی که ابراهیم رئیسی هم رئیس جمهور در نیویورک داده بود واکنش نشون داد و همچین چیزایی که دارید میبینید رو نوشته که در نوبه خودش جالب بود عجیب غریب بود. در لایحه حجاب و عفاف هم جریمه های سنگین 6 میلیونی تا 24 میلیون تومانی در نظر گرفته شده. کسایی هم که تو ایران بودن فکر کنم این مشکل رو داشتن که ساعت موبایلشون یه ساعت اومده عقب و ساعت ها درست شده. اگه شما روی حالت خودکار بذاریدش ساعت گوشیتون و ساعت درست رو بهتون نشون میده و اگه روی حالت دستی بذاریدش ساعت یک ساعت عقب. در کل این بود از اخبار. و این عکس هم توی رسانه ها همینجوری منتشر شده و گفتن کسی که جلوی سازمان ملل نمیدونم به رئیسی فلان کرده بیسار کرده که این عکس کاملا اشتباهه و تا ویدیو بعدی خدافظ.